و آتی ذا القربا حقه و المسکین. مسکین کیه؟ مسکین کسی که خرج و دخلش با هم همخوانی نداره، برابر نیست، مخارجش بیشتر هست از دخلش. این مسکین هست، کار میکند، زحمت میکشد. یعنی نگاه کنید در اینجا درست است که در آیات دیگه صحبت از فقیر هم میشه. فقیر کسی است که هیچی نداره، مسکین کسی که کار میکنه، زحمت میکشه. چرا در اینجا مسکین رو مطرح میکنه؟ زیرا از دید مردم میگه خب آقا کار داره، شغل داره، کارمند هست مثلا، اما خب کارمند هست، کار میکنه، اما دخلی نداره، کمبود داره، نمیرسد. اینجاست که خداوند تأکید میکنن بر قضیه مسکین، چون اون که فقیره، هیچ نداره، خب تو دید هست. اما مسکین لا یسالون الناس الحاف، سوال نمی کنه امکان داره از مردم هم، یا همون چه بسا فقیر هم باشه. اما معمولا کسی که فقیر هست بیشتر نمایان هست، مردم متوجه میشن. مسکین خیلی وقت هست که مردم متوجه نمیشن، کار میکنه، زحمت میکشه، میگه داره کار میکنه، یه چرا کمکش کنیم؟ خب کار میکنه اما به جایی نمیرسه. بدین خاطر خداوند مسکین رو در اینجا تأکید کردن. روش داریم که هر وقت در قرآن هم مسکین و فقیر با هم بیان، خب دو گروه هستن. وقتی یکیشون هم ذکر بشه دیگری را در بر میگیره، چون هر دو نیازمند هستن. حالا مسکین کسی است که داره اما به جایی نمیرسه، فقیر هیچی نداره. هر دو شامل میشوند وقتی که یکیشون ذکر بشود. وقتی که جدا اومدن خب به عنوان دو گروه هستن. قرآن خیلی تاکید میکنه برای این قضیه، قضیه غذا دادن به مسکین. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تشویق نمیکنه بر غذا دادن به مسکین، اونی که نیاز داره. تشویق نمیکند. از صفات کسانی است که به آخرت ایمان ندارند. گفتیم این آیات در سوره مبارکه اسراء متوجه چه کسانی؟ متوجه مسلمان ها، اونی که ایمان داره به الله، به آخرت، به قرآن، به رسول الله ایمان داره. میگه این دستور عمل زندگیت هست، این قانون زندگیت هست، این گونه باش با خدا، با پدر مادر، با خویشاوندان، دیگه در رفتار معاملات مالیت، با فرزندانت مورد چگونه باش، مسائل اخلاقی در جامعه مطرح میکنه. همه چیزو کاملا قرآن در بر میگیره در این نصایحش. و یا میفرمان که ولا تحاضون علی طعام المسکین ولم نکن نطعم المسکین. جهنمیان اعتراف میکنن که ما به مسکین غذا نمیدادیم. چه صفت بزرگی است که قرآن اینقدر تأکید کرده در مسئله کمک به فقرا، به ایتام، به مساکین. دقت کنید که از صفات جهنمیان این است که ولم نکن نطعم المسکین، کمکشون نمیکردیم، نیاز داشتن، گرسنه بودن، هیچی برای اون مهم نبود. در حالی که افتخار هم میکردن به یک سری کارها دیگه. در جاهلیت خیلی کارهاست که انسان افتخار میکنه، اما به عنوان اینکه یک مسئله اساسی در جامعه باشه و از دید خدایی باشد، به خاطر خدا، خب این انجام نمیدن. این چیزیست که اسلام داره تشویق میکنه و حق انسان رو بر انسان میاره. این مسکین هر کی باشه، این ذل قربات خیشاوندت هر کی باشه، مسلمون هم نباشه، جالب هست. و آت ذل قرب و حقه، همون گونه که در بحث پدر و مادر اومده، امکان داره پدر و مادر مشرک باشن، نبایستی باش قطع رابطه کنی. خیشاوندت هم مشرک هست، کافر هست، خب
حقشو ادا کن، حق خیشاوندی است دیگه. معناش این نیست که باش قطع رابطه کنی. مسکین هم یا مسلمان هست یا غیر مسلمان فرق نمیکنه، باید به همشون خوبی کنی. در اینجا آیات وقتی میفرمایند که ولا یحضن علی طعام المسکین، اونجا که خودشون اعتراف میکنن که ولم نکن نطعم المسکین، و یا قرآن میفرمایند که ولا تحاضون علی طعام المسکین، این مسکین عمومیت داره، مسلمان و غیر مسلمان شامل همه میشه. هر کس که مسکین هست شما باید کمکش کنید. آره اون مسکینی که خیشاوندت هست، نزدیکتر هست، شما میشه گفت سه تا اجر هست از دید اینکه میخوام تقسیم بندی کنیم. مسکین یا مسلمان هست یا غیر مسلمان هست. اونی که مسلمان هست یا خیشاوندت هست یا خیشاوندت نیست. خب مسکینی که مسلمان نیست شما کمکش میکنید، خب یه صدقه هست. مسکینی که مسلمان هست شما کمکش میکنید، دو تا صدقه داری، یک به خاطر اسلام مسلمونیش، یکی به خاطر چی؟ صدقه دادی. اونی که خیشاوندت هست شما سه تا اجر دارید بر اساس اسلام، برای اسلام، برای خیشاوندی و صدقه میدی، کمکش کردی. و قرآن جالب است در اینجا اینو از حق مطرح میکنه، یعنی حقی که اینها بر جامعه دارن. مسکین در جامعه حق بر افراد جامعه داره که افراد جامعه کوتاهی کنند، گناهکار هستن، چه حکومت چه مردم، همه مسئول هستن در برابر مسکین و ابن السبیل که در اینجا میاد. حق هست اینها، تفضل نیست که شما بگید خب حالا من باب احسان و خوبی بیاد این کار انجام بدید. میگه حقش هست، حقش رو ادا کن.